با همکارانمون توی رادیو فردا رفتیم یه شوخی کردیم، البته با همکارا شوخی نکردیم ولی با دیدنی شوخی کردیم. سریال شهرزاد رو نمیدونم، احتمالاً باید دیده باشین یا شنیدین حداقل. یک بخشی از سریال شهرزاد رو با همکاران رادیو فردا در رادیو فردا دوبله کردیم، ولی خب یه شوخیه، البته میشه گفت یه شوخی نوروزیه. با احترام به همه بازیگرها و سازندگان سریال شهرزاد و کارگردانش آقای حسن فتحی، دیگه این شوخی رو بپذیرین از ما. بهانه ای بود برای اینکه همکارای رادیو فردا رو که اکثرا در حال خوندن خبر و تحلیل‌های جدی شاید دیده باشین، این بار یه شکل دیگه توی استودیو با یه دوبله نوروزی و بامزه بریم ببینیم. نمیفهمم یعنی کی بهشون خبر داده بود که ما خونه ایم. وای نستا اونجا ببین رفتن یا نه. بله آقا سوار شدن. باید تا خبر پخش نشد و بقیه نفهمیدن که ما امسال خونه ایم زودتر بریم دیدنی. اما خونه کی بریم که نپیچونده باشه؟ عمو سیاوش، خاندای اسدالله یا آقا نابودمون کردن. هرچی پسته و بادوم هندی بود دونه دونه سواک کردن خوردن. آقا کاش فقط پسته ها رو میخوردن، همه یه علوها رو هم گازگاز کردن. بس دیگه، یادتونه در روز مونده بود به عید بهتون گفتم برین توی گروه خونوادگی بنویسین که ما عید داریم میریم سفر نیستیم؟ نگفتم بهتون؟ هی پشت گوش انداختین. بیا اینم وضعمون روز اول عیدی با اون بچه های پر روشون. هی عمو قباد عیدی بده، عیدی بده. انگار سر گنج نشستم من. آقا قباد یادشون دادم هیچ بچه‌ای در حالت عادی اونقدر پر رو نیست به خدا. کاش مرده بودم و در رو وانه میکردم. خدا نکنه آقا. میدونین چی دلمو میسوزونه؟ اینکه اگه همگی با هم رفته بودیم آنتالیا، هزینمون از هزینه آجیل و میوه و شیرنی و ایدیایی که تا الان دادم کمتر میشد. اونم شده نفری 9 میلیون تومان آقا. همین الان شما دوتا نرقول بلند میشین میرین جلوی خونه عمو سیاوشینا، همونجا کیشیک میکشین. میدونم جایی نرفتن، به محض اینکه دیدین چراغی روشن شد یا حتی پرده تکون خورد زنگ میزنین ما بیاییم. دشتر نشستین منو نگاه میکنی؟ بلند شید تا باز مهمون نیومده دیگه. نار بخوریم بعد دیگه. کارت بخوره پاشو را بیاس. نه آقا چشم چشم. شو غمت نباشه، در رو هم باز نکنن ما از پنجره میریم توی دیدنی، زخمیشو میکنیم، یه میوه سالم براشون نمیذاریم. بریم 3 2 1 چقدر صدا شبیه کن از بنهور اومدیم شدیم لات دو. بنهور راست میگه اون یارو هود اون زیر پارو میزن. ما نستم جا ببین رفتن یا نه. بله آقا سوار شدم. یه بار دیگه هم بگین لطفا. صداتون یه خورده عوض کردیم، اون صدایی که قبلا گفتیم الان خیلی سکسی تر از اون قبل بود. اینا با هم راپورت نداره. دقیقا صدامو سکسی میشه دیگه، دست خودم خارج میشه. صدا اوکی بود اون وقت؟ آره؟ آقا نابودمو کردم، هرچی پسته و بادوم هندی بود دونه دونه سوا کردن خوردن. آقا باش فقط پسته ها رو میخوردن، همه هلوها رو هم گازگاز کردن. نداری صدا؟ واقعا صدا نداری؟ چه صدا نداری؟ باید میشه بشنه آقا بابر کن، چرا قد مجدون میشون؟ من فکر کردم که بسه اصلا صدا نداری شما که از اون گفت چه جوری میگیم؟ همین چه دیری که؟ یه ذره اون چیزش اون گذاشه زیاد. شما خبت نباشید اون رو در رو بازه کن، باید پنجه درم بازه کنم، باید پنجه نمیدیم زخمی شما کنیم. آقا خواهی نمیده ساله الان داره همون کارو میکنه. خیلی شو چه ها گرفتی؟ ماشالله کی میخواد اون رو سینک کنه؟ آقا زوبی